چند درس قبل برات در مورد قسمت‌های مختلف کامپیوتر صحبت کردم. یکی از اون قسمت‌ها پردازشگر بود. خب در واقع پردازشگر مغز متفکر کامپیوتر دیگه، یعنی همه یه کار کامپیوتر به یه نوعی میشه گفت همه محاسبات و عملیات و همه اینا توی اون مغز متفکر کامپیوتر انجام میشه، توی اون پردازشگر. این پردازشگر رو ما بهش میگیم CPU یا ریز پردازنده، که مخفف Central Processing Unit، در واقع پروسسور اصلی و مرکزی، خب که توی کامپیوتر قرار میگیره و نسل‌های مختلفی هم داشته، از در واقع سیر تکاملی خیلی خوبی رو هم طی کرده تا به CPU های امروزی که الان ما ازشون استفاده میکنیم رسیده. و در واقع CPU ها رو با تعداد دستورالعملایی که یه دونه CPU میتونه مثلا توی یه ثانیه محاسبه بکنه معمولا با هم دیگه مقایسه میکنن و میشناسن. و فکرم نکنیم مثلا اینکه میگیم تعداد دستورالعملا مثلا 10 تا دستورالعمل، 20 تا دستورالعمل، نمیدونم 1000 تا دستورالعمل، نه، محاسبه این دستورالعمل ها میلیونی و میلیاردیه. یعنی محاسباتی که CPU میتونه در یک ثانیه انجام بده اصلا فوق العاده محاسبات سنگین و پیچیده ای هست، که نمیخوام حالا وارد بحث تاریخچه CPU بشم و بخوام به ریز تمام سیر تکاملی CPU رو توضیح بدم. فقط اینو بدونیم این ریز پردازنده یا CPU که شما دارید عکس نسل های مختلف CPU رو میبینید، مثل مثلا CPU 8080 اینتل که جز اولین نسل ها بود و به همین ترتیب کامل شده دارید میبینید، اینم بدونید الان بیشتر CPU هایی که ما استفاده میکنیم تو کامپیوتر خودمون یا اینتل هستن یا AMD هستن، یعنی دو کارخونه خیلی معروف که CPU تولید میکنن و عمدتاً CPU هایی که ما استفاده میکنیم مال این دو شرکت هست و محصولات این دو شرکت هست. این رو بدونیم که CPU یا اون مغز متفکر کامپیوتر یا اون ریز پردازنده که داریم صحبتش رو میکنیم از قسمت‌های مختلفی تشکیل شده. یه واحدش یه واحدی که ما بهش میگیم واحد محاسبه و منطق که بهش ALU گفته میشه، و یه واحد دیگه واحد کنترله که ما اون رو به عنوان CU میشناسیم. یه واحد دیگر رو بالا فارسی بخوایم بگیم بهش میگیم واحد ثباته. واحد دیگه حافظه پنهان هست که ما اون رو در CPU داریم. و الان CPU ها فوق العاده CPU های پیشرفته و با قابلیت های بالایی هستن، و معمولا CPU ها رو ما در واقع وقتی میخوایم اون قدرت محاسبهشون رو بگیم با واحدهایی به نام مگاهرتز و گیگاهرتز اسم میبریم، که مگاهرتز 1,000,000 پروسس در ثانیه رو انجام میده و گیگاهرتز به مفهوم 1,000,000,000 دستورالعمل در ثانیه است که یه CPU میتونه پردازش بکنه. خب پس ظاهر CPU رو شناختیم، کار CPU رو شناختیم، که پردازشگری که ما اسم میبریم یا اون که من مثال زدم گفتم مغز خودمون، حالا نمیشه قیاس کرد، ولی این که گفتم مثلا مغز انسان یا اون پردازشگر اصلی در واقع همین CPU هست در کامپیوتر و این مغز متفکر کامپیوتره. حالا تو درس بعدی براتون راجع به انواع حافظه صحبت میکنم که با حافظه ها هم آشنا بشیم، بعد خیلی راحت تر حالا شما میتونید این قطعات رو از هم دیگه بشناسید. و یه نکته دیگه این که این CPU هم دقیقا این مغز متفکر هم یه جایگاه ویژه برای خودش تو مادربورد داره، مادربوردی که توی درس قبلی دیدیم، و این CPU هم توی کیس و روی اون مادربورد سوار میشه و در واقع مادربورد ارتباط CPU رو با همه قطعه های دیگه مثل کارت صدا و کارت گرافیک و مودم، حالا درس جلوتر میریم مثلا رم و بعد جلوتر باز هارد دیسک و اینها، اون مادربورد ارتباط بین همه یا اینا رو با هم دیگه برقرار میکنه. خب پس این هم از CPU. تو درس بعد با انواع حافظه آشنا میشیم.